سرخط خبرهای مهم امروز. غزنی در جنگ. تماس تلفنی عطا محمد نور با مارشال عبدالرشید. دوستان، به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. و نقل از صفحه رسمی هشت سال. غزنی در جنگ. شهر دوباره سیاوت تعطیل می شود. هرچند در جریان روزهای اخیر آتش جنگ در تمامی ولایت شعله‌ور است، اما بر اساس معلومات تازه، ولایت‌های غزنی و لوگر با موجی از حملات طالبان روبرو است. گروه طالبان در این دو ولایت حلقه را بر نیروهای امنیتی تنگ کرده و جنگ را به داخل شهرها کشانیده است. شماری از نمایندگان مردم غزنی در مجلس نمایندگان و شورای ولایتی میگویند که طالبان بر بیشتر از ولسوالی ها تسلط پیدا کرده اند و اکنون حملاتشان را به منظور سقوط شهر غزنی را اندوزی کرده اند. طبق آخرین معلومات، گروه طالبان به دروازه های شهر غزنی رسیده و از چهار جهت بر مرکز شهر حمله آور شده اند. نمایندگان مردم غزنی هشدار می دهند که اگر نهادهای امنیتی عاجل دست به کار نشوند، سناریوی سال 1397 تکرار خواهد شد. از ولایت لوگر نیز خبرهای مشابه به نشر می رسد. منابع محلی در این ولایت می گویند که طالبان برخی از ولسوالی ها از جمله ولسوالی های خوشی و برکی برک را در محاصره قرار داده اند. نمایندگان این ولایت هشدار می دهند که اگر محاصره طالبان شکستاندن نشود، ممکن هست این ولسوالی ها از کنترل دولت خارج شود. در همین حال وزارت دفاع ملی حمله طالبان بر غزنی را جنگ تبلیغاتی می‌خواند و می‌گوید که نیروهای امنیتی به طور گسترده در شهر غزنی حضور دارند و از حمله طالبان بر این شهر محافظت می‌کنند. طالبان همزمان با خروج نیروهای خارجی از کشور، فصل تازه از حملاتشان را آغاز کرده اند. هم اکنون بیشتر ولایت ها شاهد نبرد سنگین میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان هست. هرچند در برخی ولایات بسیج مردمی علیه طالبان شکل گرفته است و جنگ تا حدودی به نفع دولت به پیش می رود. وضعیت اما در آن شماره از ولایات که هنوز جبهه مردمی ضد طالب تشکیل نگرفته متفاوت است. طالبان در این ولایات به پیش رویشان ادامه داده اند. به عنوان مثال، گروه طالبان در جریان یک ماه اخیر توانسته است از 18 ولسوالی غزنی 15 ولسوالی آن را تصرف کنند. در حال حاضر تنها ولسوالی های جاغوری، مالستان و ناور به طور کامل در اختیار دولت است. طبق آخرین معلومات گروه طالبان و دروازه های شهر غزنی رسیده است. طالبان نیز با نشر تصاویر از جنگجویانشان در دروازه های شهر غزنی عملاً حضورشان را بر رخ کشیده اند. جنگ در داخل شهر غزنی جریان دارد. نصیر احمد فقیری، رئیس شورای ولایتی غزنی، بر روزنامه هشت صبح گفت که طالبان از چهار جهت بالای شهر غزنی حمله کرده اند. طبق معلومات او، روز گذشته طالبان وارد شهر غزنی شده بودند و در حوزه های اول، دویم، چهارم، پنجم این شهر با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند.
بازار و سطح شهر به دلیل حضور طالبان تعطیل بود. با این حال فقیری هشدار داد که اگر نهادهای امنیتی به طور عاجل دست به کار نشوند، سقوط شهر غزنی دور از تصور نیست. 3 سال پیش نیز طالبان حملات گسترده را بر این شهر را اندوزی کردند و تا مرز سقوط آن پیش رفتند. آن حمله چندین روز به طول انجامید و خسارات هنگفت مالی به باشندگان غزنی وارد شده است. قسمت بزرگی از بازار در آتش جنگ سوخت و تعداد زیادی از نیروهای دو طرف جنگ کشته و زخمی شدند. از سوی دیگر محمد علی اخلاقی نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه از حملات طالبان بر حومه‌های شهر غزنی ابراز نگرانی کرده و گفته که متاسفانه ولسوالی‌های غزنی پشت سر هم سقوط کرده و اکنون شهر غزنی در تیررس طالبان قرار گرفته است. اخلاقی در رخنامه فیسبوکش یاد آوری کرده که نمایندگان مردم غزنی چه به صورت انفرادی و چه به صورت دسته جمعی مشکلات این ولایت را به گوش مسئولان امنیتی رسانده و خواستار حمایت از مرکز شده اند. این حزب مجلس تصریح کرده که 3 روز پیش از سقوط ولسوالی واغز غزنی به دست طالبان هشدار داده بودند، اما نهادهای امنیتی به این هشدار توجه نکردند و این ولسوالی سقوط کرد. همچنان اخلاقی افزود که روز گذشته نمایندگان غزنی از مسئولان نهادهای امنیتی خواستار یک نشست به خاطر بررسی اوضاع امنیتی غزنی شده اند. در عین حال به نقل از صفحه رسمی عطا محمد نور رهبر جمعیت اسلامی طی تماس تلفنی با محترم مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، جویای احوال ایشان شد. ضمن بحث و تبادل نظر در مورد وضعیت شمال کشور، روی اتخاذ تدابیر مشترک، توصیه بسیج ملی و مبارزه مشترک با طالبان برای رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان آرزوی سلامتی و طویل عمر نمود. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، الله یارو مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.